בשם השם נעשה ונצליח, השם עלינו ברחמיו ירוויח. פרשה כי תישא, פרשה כי דר מורד חשם חודוון ורחם חודוון סוחבד מכונה. רחם חודוון כצ'טור אז גונח גוסל פרסי קום ישראל בחשית והנוז בונה יק צ'אנס דיגי דד. חשם חודוון כצ'טור חודוון בחוטר המין גונח גוסל פרסי میاد و تصمیم میگیره که تمام اون پروژه خودش رو که خروج از مصر قوم اسرائیل رو بیرون آورده رو یک باره استاپ بکنه و از خود مشربن بخواد قوم جدیدی پدید بیاره و میبینیم که چطور مشربن دست به دامن خداوند میشه و در نهایت خداوند به صالحتی که دواره خواه میگه به خاطر گفتار تو من اونها رو بخشیدم. اما در پاسخ میبینیم که چطور انسان میتونه از این واقعی زندگی برخورد بکنه. چرا؟ چون بخاطر اینکه همین موضوع تو زندگی من و شما پیش میاد که ما یک توقعی انتظاری از اطرافیانمون داریم و یک باره میبینیم خلاف اون چیزی که فکر کردیم انجام شد. با این همه خوبی که دستمون رو تو عسل کردیم گذاشتیم تو دهنشون، تازه دست ما رو چیکار کردن؟ گاز گرفتن. کاملا خلاف اون چیز. قومی که پای کوه سینای تورا رو از خداوند گرفته بود چطور 40 روز بعدش 17 تموز شروع کرد به گناه گوساله پرستی؟ به همین دلیل موقعی که مشربن داشت از کوه پایین می اومد که ببینه واقعا موضوع چیه، چرا خداوند تا این حد خشمگین شده که در پاسخ میگه لخرد که شحه دمه خواه دیگه برو پایین چرا که قوم تو تباه شدن. موقعی که داشت می اومد پایین دستیارش یهوشوع از قبل برای 40 روز پایین کوه منتظرش ایستاده بود و ایشمع یهوشوع ات قول ها آم یهوشوع صدای آن قوم به گوشش میرسه به رعو در هلهلهی که میکردن پایکوبی که میکردن و یومر الموشه یهوشوع به موشه میگه قل ملحمه به محنه. ظاهرن صدای هلهله و سر و صدای جنگ میاد توی اردوگاه، چون یهوشوع که الهام نداشت، خبر نداشت که گناهکار شدن. میدید سر و صداست، هلهله است، فکر کرد که صدای شیپورهای ارتشه. قل ملحمه به محنه، صدای جنگ در اردوگاه میاد. مشربنو بهش میگه بیامر ام قل انات گبورا، گفت نه صدای هلهله پیروزی و شجاعته و این قول انوف حلوشا، همینطور هم نه صدای هلهله آه و زجه و ناله حلوشا، یعنی رنج و شکست. حلوشا یعنی ضعیف، نه علامت این صدا، نه علامت قدرت، نه علامت ضعفه. پس صدای چیه؟ قول انوت آنوخی شامیه. معمولا هر حرفی توی عبری که یک نقطه توی شکمش داشته باشه به اون نقطه میگن داگش، و داگش کار تشدید رو توی فارسی میکنه که شدت میده به اون حرف. موقعی که اون حرف رو میخوایم تلفظ بکنیم با شدت تلفظ کنیم میشه تشدید داره. اینجا نون داگش نقطه در دلش داره. اون دو تا نونای دیگه انات انات خیلی یواش آرام سافت این نون تلفظ می شد، انود انود یعنی هل هله. اما اینجا نقطه داره، داگش داره، با تشدید میشه انود. از این نوی میاد، یعنی از رنج میاد. میگه قل انود آنو خشمایه مشرب بنو، میگه میگه صدای زجر آور من دارم میشنوم، نه اینکه این صدای ناله و زجره. با شنیدنش آدم زجر میکشه، صدای زجر آور من دارم میشنوم.
و میگه موقعی که دیگه نزدیک شد به اردوگاه و یر اتهاگل اون گوساله رو دید، اون حلوت و تمام ساز و دهور و پایکوبی که در اونجا میکردن، واکنش موشه ربنو چی بود؟ آیا رفت به زور دلوهه را داد به قوم اسرائیل و گوساله رو گرفت و از بین برد؟ اولین واکنش و عکس العملش چی بود؟ و یشلخ میاداب ات اللوحات، لوحه ها رو از دستش رها کرد و یشبر اتم تحتها و اونها رو پایین کوه شکوند. گفت اولا که تا هنوز شما تو دنیای خودتون هستید این لوحات، این لوحه ها، تورا به درد شما نمیخوره، پس به درد شما الان این لوحه ها نمیخوره، لوحه ها رو شکن. بعدش چی کار کرد؟ و ایکح ادها اگل، بعد رفت اون گوساله طلایی رو گرفت و اصرف باش اون رو در آتش سوزان و ایتحن و اون رو آرد کرد تا اینکه به ذرات آرد رسید، کوچیک رسید، و ایزر الپنه ماین و با آب قاطی کرد و یشکت بن اسرائیل و داد تمام بن اسرائیل آب طلایی گوساله طلایی رو نوشیدن. هر کسی که به این بود، به این گوساله طلایی تعظیم کرده بود، سجده کرده بود و ابراز عبادت کرده بود و ستایش کرده بود، با خوردن این آب معلوم شد که کی این گناه رو ورزیده. کسایی که شاهد داشتن، موشه ربنو گفت هیچ کسی حتی به برادر خودش هم رحم نکنه، اگر شاهد بوده که به بت تعظیم کرده، شمشیر. 3000 نفر، نزدیک به 3000 نفر با شاهد اعدام شدن یا به قتل رسیدن به خاطر گناهی که کرده بودن. اما بقیه که شاهد نداشتن با این آب معلوم شد، برملا شد که آیا واقعا اینا نیتشون چی بود. احامیم توضیح میدن اگر از عقب به اول بریم، همین موضوع رو ما تو زندگی خودمون میبینیم. شبات رفتیم کنیسا، چقدر ربای در مورد شبات صحبت کرده، ما هم اکسایدد شدیم، با دو تا لوحه از کنیسا پای کوهسینای اومدیم خونه. اومدیم خونه میبینیم تازه توی خونه برنامه فوتبال و سوپربال و اینا نشستن دارن میبینن. اه، ما از یه طرف تو کنیسا دو لوحه رو گرفتیم، اکسایدد در مورد شبات اومدیم خونه، میبینیم تازه دارن شبات رو توی خونه، همون موقعی که ما اکسایدد شدیم و با شوق میخوایم دیگه شبات رو نگه داریم، رفتیم در مورد حلقای باسار و خالا آشیم ماسی خوندیم، حالا اومدیم تو خونه میبینیم همون روز دارن پاپارانیه چیه؟ پیتزایی که با کالباس درست میکنن، پپرونی پیتزا دارن درست میکنن، یا یه رسپی گرفتن که توش با سربخالابه. همون موقعی که تازه ما اکسایدد شدیم، همون موقع میبینیم این حلاخا و یا این قانون داره زیر پا گذاشته میشه. اگر بیایم بگیم زودی بریم چیکار کنیم؟ بگیم نه، شباته، دلوهه رو به زور بخوایم بدیم به اونهایی که دارن پای تلویزیون نشستن دارن اگل میپرستن، اگر بخوایم همون موقع بخوایم این کارو بکنیم، آمادگیش ندارن. موشه ربنو دلوهه رو گذاشت کنار، کاری نداشت که خودش چقدر اکسایدد شده و خودش میخواد چی به مردم بده. 40 روز وقت ما گذاشتم رفتم 40 شب براتون تورا آوردم، کاری به اون نداشت. کاری به اون داشت که چطور اول اونها رو از گوساله پرستی، از بت پرستی نجات بده. اومد رفت، بعد از اینکه دلوهه رو گذاشت کنار، رفت گوساله رو و یا اون مانع و یا عامل گناه رو چکار کرد؟ از اونها دور کرد. بعد قبل از اینکه ما بخوایم کسی رو
به راه میسوا بیاریم، اول باید راه گناه رو از او دور بکنیم. و هم در تهلیم داوید همیلخ چی میگه؟ سور مرا واسه تو، اول از بدی دوری کن، بعد از ستوب، بعد خوبی بکن. اول گوساله طلایی رو از بینشون بیار کنار، اول اون عامل گناه رو ازشون دور کن، بعد دلوهه رو مجددن یا هر موقع میخوای بهشون بده. تا هنوز آمادگی ندارن، تا هنوز در آلوده به گناه هستن، چطور میخوای پاکی و طهارت و مسوا رو در اختیارشون بگذاری؟ و همین دلیل موقعی که بچه ها از مدرسه میان، دیگه چه برسه به روزهایی که مدرسه نمیرن، موقعی که بچه ها از مدرسه میان رفتن، دست گلی، دست توبازی، دست خاکی، شنی اومدن خونه، یه باره هندونه میخوان، غذا میخوان، ساندویچ میخوان، میگیم چیکار کن؟ دستو بشور، اول اون آلودگی رو از خودت دور کن، بعد ما این ساندویچ، این هندونه، اون چیزی که غذایی که میخوای رو بهت میدیم. همینطور هم موشه ربنو اول گفت اگلو بذارید کنار، بعد من میام چیکار میکنم؟ دلوهه رو، اون نگرانیش نیست، مجددن به تو میدم. بمدر از اینجا ما میبینیم که بیش از اون چیزی که ما بعد به فکر این باشیم که چطور میسوا بکنیم، بعد به فکر این باشیم که چطور گناه نکنیم. یعنی اگر ما حواسمون یک ذره بیشتر به گناه باشه، زمینه پذیرش میسوا رو بیشتر در خودمون پدید میاریم. ولی موضوع اینه که ما حواسمون همش به اینه که چطور میسوا بکنیم. خلاپزی اینجا، تعلیم خونی اونجا، بیکر خلیم اینجا، حواسمونه که میسوا بکنیم، اما چطور جلو گناه رو بگیریم؟ بله، چه پولهای خرج میکنیم برای پسح که حتما مساشمون را، حتما فلان هتل، حتما فلان غذا، حتما فلان سده رو داشته باشیم، چه کتشلوارا یا کت دامن یا لباسهایی حتما بخریم. موعد تو فکر میسوا هستیم، اما تا چه حد حامس رو بخوایم از خودمون دور بکنیم، یه شورتکاتی، یه میونبری، یه ربایی، یه کتاب، یه حلقایی گیر میاریم که کار رو ساده بکنه، میگیم اینم قبوله. میسواه رو با شروع هیجان انجام میدیم چون باعث افتخارمونه، اما اینکه گناه رو چطور از خودمون دورتر بکنیم و فاصله بگیریم، اونو کمتر میل و تمایل نشون میدیم. در حالی که موشه ربنو چی گفت؟ اول تکلیفتو با اگل معلوم بکن که اگل تو زندگی تو چه رولی بازی میکنه، آیا تو رو اون کنترل داره یا اون رو تو کنترل داره، بعدش بیا سر لحوت، بعدش بیا سر دلوهه تورا، بعدش بیا. بمدل معمولا عروسی هایی که ما دعوت میشیم یا بر میسوا یا بت میسوا یا جشن هایی که دعوت میشیم، اولین چیزی که ما فکرش هستیم چیه؟ اولین چیزی که ما اون تون جشن برای ما مطرحه چیه؟ نه، آیا قضاش کاشره یا نه؟ اگر اولین چیزی که برای ما مطرحه که واقعا یا ما رو میگذاره بریم تو اون عروسی یا نمیگذاره، اول میایم قضاش کاشره یا گلد کاشره یا نه. اگر قضاش کاشره، یعنی اون کیترینگش برای ما کاشره، میگیم خب حالا میریم سر سوال بعدی. ولی اولین سوالی که میکنیم چیه؟ اگه قضاش غیر کاشر باشه، معمولا 60% تا 70% مردم نمیرن. اما اولین سوال ما مطرح چیه؟ آیا کاشر یا نه؟ اولین چیز چه میسوایی میخواییم اونجا انجام بدیم؟ حالا قضا هم گلد کاشر بود، اما اگر بریم اونجا گناهی رو مرتکب میشیم چه فایده؟ اگر با رفتن ما به اونجا دیگران گناهکار میشن چه فایده؟ قضاش هم گلد کاشر، اگر محیط گلد کاشر نیست. در نتیجه موشه ربنو نگفت اشکالی نداره آقا، همینم که حالا دلوهه را قبول بکنن، حالا ایگلم اون ور باشه، مگه چیه؟ نه 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 نه، گفت اول
دو اگل بعد بره کنار، اول اون عامل گناه بعد دور بشه از کنیسا، بعد شما بله میتونید مسوا و قدوسیت بیشتر تو کنیسا بیارید. اما اینکه در حین قدوسیت میخوایم یه میز جدا هم برای اگل داشته باشیم تو کنیسا، این با اون نمیخونه. بله تورا در میاریم، دو لوحه رو به مردم میدیم، هفتا را چه خزانی چه چیزی، اما گوش و کنار رفتار اگل گوساله طلایی رو و بت پرستی رو میبینیم، چه فایده؟ به همین دلیل نهضت های ریفورم و کانسرواتیو روز به روز به ضعف و شکست اومدن. چرا؟ چون بخاطر اینکه میخوان هم اگله رو داشته باشن، هم لوحوت رو داشته باشن، هم دو لوحه رو داشته باشن. الان به جای رسیده که خودتون بهتر از من میدونید موضوع چند ساله که دیگه ربای همجنس بازم قبول میکنن، میتونه این ربای همجنس باز باشه. اصلا کنیسای هست، کنیسا تمپلی هست برای اشخاص یا آقایون یا خانوم های یهودی همجنس باز، تو نیویورک، تو هر جای دنیا. این اینو خودشونو به رسمیت میدونن، هم اگله هست، هم گوساله طلایی بت پرستیه هست، فرهنگ غیر یهودی هست، انحرافات و گمراهی ها هست، هم تورای هست، لوحوته هست، اسمشو میزنن کنیسا، اسمشو میزنن پاسوور، حنوکا و الی آخر که میخوان جشن بگیرن یا مردم رو دورم دیگه جمع بکنن. متاسفانه 40 سال پیش که ایرانی ها پاشون به آمریکا باز شد، نمیدونستن که همچین چیزی هست. فکر میکنن هر جا که سیونیته پس این کنیساست، کنیساست و مثل ایران همه چی درست برگزار میشه. تا اینکه کم کم رفتن دیدن نه بابا، خواننده خزان زن دارن، زنا به خاطر رو میگن، ربای زن هست، نمیدونم شب کیپور تازه تو همون کنیسا شمع روشن میکنن، نمیدونم برنامه های دیگه هست. دیگه فکر کردن که خودشون قبلا اشتباه میکردن و این رویه جدید و بهتریه. دیدن بعد چقدر شیک پوش هستن، بعد چقدر پولدار هستن، چقدر پولا خرج میکنن. آقا میدونین اینا چقدر به اسرائیل کمک میکنن؟ میلیون میلیون به اسرائیل کمک میکنن. آقای عزیز، خداوند خودش سرزمین اسرائیل رو به قوم اسرائیل داده. هیچ بیلیونری بالاتر از خداوند؟ خداوند اگر بخواد سرزمین اسرائیل رو با تمام امنیت و پاکی و کشاورزی و براخایی به اسرائیل ها میده و نگه میداره. تو با خدا باش، خداوند میدونه که چطور از کشورش و ملتش نگهداری بکنه. احتیاج به میلیون ها دلار پول تو نداره که از اون ور گوساله بپرسی، از اون ور هم بخوای به اسرائیل کمک بکنی. بنده اگه ما بتونیم این حالت ضد و نقیض رو در خودمون یک جوری حلاجی بکنیم، یک جوری برای خودمون قابل فهم بکنیم که آقا let's wake up، بیدار شیم. نمیتونه آدم تو هر دو عروسی برقصه، که هم تو عروسی گوساله طلایی و هم تو عروسی متنتارا لوحوت، این دوتا با هم دیگه جور در نمیان. حتی خود خدا من گفته آقا گندم و جو رو کلعین، چیزی که با تضاد خودش رو دوگانگی نکارید، شعتنز پشم و کتون نپوشید، با دوگانه هیچ نوع ارتباطی یا زندگی نکنید. خود خدا من داره میگه تو تارا. اون موقع ما از نظر ایمان حساس ترین اتصال ما به خداوند، بیا ایمان دوگانه داشته باشیم. و همین دلیل این برداشتی بود که عکس العملی بود که موشه ربنو نشون داد. اما این عکس العمل موشه ربنو از چی بود که گفت اول گوساله رو عامل گناه رو دور کن، بعد لوحوت متن تورا میسوت رو تو زندگیت وارد کن؟ به خاطر چی بود؟ به خاطر این که تشخیص مشربنو،
تشخیص؟ تشخیصت از کجا بود؟ از همون صدایی که شنید. تشخیص موش ربنو با تشخیص یهوشوا از زمین تا هوا فرق داشت. یهوشوا تو پاسخ میگه موقعی که صدای هل هل رو شنید و ایشما یهوشوا ادقل هم بره او، موقعی که صدای هل هل رو شنید دیده شادن اینا، صدای شادی و شیپور و موزیک میاد. و یوم الموشه قل ملحما بمخنه، این صدای جنگه. یعنی چی؟ تشخیص یهوشا بود که چطور در اردوگاه، یعنی در قلب و احساس انسان، چطور همچین نبردی پیش اومده، ملحما همچون نبردی پیش اومده. بعضی ها موقعی که یک نبرد درونی دارن میخوان این مبارزه درون رو خاموش بکنن، رو به بیبندوباری، رو به پایکوبی، رو به انحراف میارن. یهوشا میگه ظاهرا اینا درونن، قل ملحما صدای جنگه، حتما با خودشون در نبرد هستن که این چنین دارن دست و پا میزنن و علامت سیمحا و ساسون نشون میدن. دقیقا مانند ماهی که از آب به بیرون میپره روی خشکی و شروع میکنه به دست و پا زدن. یک پدری با بچهش داشت از دم رود رد میشد، دید که یک ماهی یک باره از آب پرید بیرون و موج میومد و تا تو خشکی افتاد شروع کرد به دست و پا زدن، تقلا کردن. پسره گفت بابا چه ماهی شادی، چقدر داره دست و پا میزنه و پایکوبی و رقص قشنگی. گفت پسرم این رقص نیست، این داره تقلا میکنه، داره برای جون خودش میجنگه. با کمبود آب از محیط خودش اومده بیرون، واسه همین داره تقلا میکنه که چطور برگرده. بعضی موقع اگه ما میبینیم که تا بنگ صبح جشنها، پایکوبیها، بیبندوباریها، شبزندداریها به عنوان عید نوروز، به عنوان پوریم، به عنوان فلان، چه بزمهایی رو برپا میکنن و به به چند تا خواننده بود و به به چقدر خوش بود، اینها چون از مدار خودشون، از آب و رود خودشون پایین اومدن و بیرون افتادن، درشون یک مبارزه پیش اومده که این نشما داره اونها رو به این ور میکشه، از اون ور یک سرها راشون داره اونها رو به خشکی میکشه و نمیگذاره به مای حیات، به آب هیچ نوع تماسی داشته باشن. اون قل ملحما برای اینکه اون جنگ درونی خودشون رو ساکت بکنن، شروع میکنن به هل هل و سر و صدا و بالا پایین پریدن و چقدر از خود بی خود شدن. همدل یهوشوع دیدگاهشون بود که این از یک نبرد قل ملحماست که دارن سعی خودشون میکنن، حداقل دارن تقلا خودشون میکنن. اما موشه ربنو چی میگه؟ و یومر این قل انود گبورا، میگه این صدایی که من دارم میشنوم صدای هلهله قدرت نیست که بخوان با خودشون مبارزه بکنن. و این قل انود خلوشا، همینطورم از طرف دیگه ای از روی ضعف و ناچاری و ناتوانی و مجبوری نیست که توی گرداب گناه گیر افتادن و میخوان گوساله پرستی بکنن. این صدایی که من میشنوم تو هیچ کدوم از این حالت ها نیست. بعضی موقع آدم گناه را انجام میده ولی از روی آه چرا باید من با زور این گناه را انجام بدم. یه سیگار دیگه میکشه ولی میگه بازم تو دام اعتیاد افتادم. هنوز آه میکشه. کل انود خلوشا صدای ضعف رو میرسونه، صدای زجر رو میرسونه که تا چه حد ناراحته که در دام این گناه افتاده. میگه اونم نیست،
میگه این چه صداییه؟ قل انوت اناخی شامیه. موشه ربینو میگه این صدایی که داره میاد انوت اناخی شامیه، نه کسی مجبورشون کرده و نه خودشون درونن هیچ نوع مبارزه درونی دارن، با میل کامل دارن فقط برای این که بخوان تورا رو تحقیر بکنن، یهودیت رو پایین بیارن، ایمان رو در دیگران سست بکنن، برای این که قل انوت صدای زجر آوری داشته باشن، دیگران رو آزار بدن، دارن این کار میکنن. اگر نه هیچ نوع حالت میل و مبارزه و اشتیاقی به خاطر مبارزه درون ندارن، با کمال علاقه انجام میدن که دیگران رو یهودیت رو پایین بیارن. که نیا کن علکی به حرف موشه گوش دادید، به خدا پرستی رو آوردید، از مصر اومدید بیرون که چی؟ بیاین تو بیابون علاف باشید و بشینید و گردن کلوف بکنید و فقط تورا بخونید؟ بیاید این گوساله رو بپرستید، قشنگ وکیشنتون بجوید، هر هتلی، بهترین هتل ها تو برمودا، تو آفریقا، زیمبابوه، قشنگ میتونید برید. نه بعد پرسین که آقا هتلش کاشر کاشر نیست، قشنگ نصف قیمت. اینجا گوشت شما میخوای بخرید شب پسخ سه برابر، اونجا قشنگ خرچنگ ارزون، بقلمون ارزون، هر چی بخواید ارزون زندگی تو میکنی، بچه‌ام پولتو سیو میکنه برای اینکه بچه‌ت بره کالج، بچه‌ت بره دانشگاه، حالا یه شب کیپوری تهنیتی هم بگیر. تمام ایدیای اگل هزاهاب گوسال پرستی این بود، هی میخواستن یهودیت رو، خداپرستی و موشه ربینی رو، یکتا پرستی و لحوت رو بیارن پایین. قل انوت زجر آور، تحقیر آمیز بود این رفتارشون. از قصد با ماشین میان بغل کنیسا پارک میکنه که آقا شبات قربون شبات، شبات چی بهمون داد؟ از قصد قل انوت بمدل ما دو نوع گناهکار داریم. یک گناهکار داریم ممالت آوان، برای اینکه درونش یتسرهاراش، جنگ درونش، طوفان درونش اون رو نمیتونه خالی بگذاره، آروم بگذاره، از روی هوا و هوس رو به گناه میاره، گناه رو انجام میده ولی بعدش پشیمونه که چرا من گناه رو انجام دادم، ولی چرا اون گناه رو انجام داد؟ لتاوان معتاد شده دیگه، هوا و هوس اون رو بل نمیکنه. اما یک مومار، یعنی یک شخص متمرد و گناهکاری داریم، لحق ایست، از قصد میکنه که عصبانی بکنه خداوند و لجبازی بکنه با خداوند، با دین و آیین و با اطرافیان و با این همه ربایا و شمار شبتا و اینا، لحق ایست. موشه ربینو میگه این صدایی که من میفهمم، این صدایی این که دیگه از روی ناچاری دارن گناه میکنن، از روی طوفان درون، فشار درون دارن گناه میکنن، قل انوت، این که میخوان دیگری رو کوچیک بکنن و دین و آیین رو پایین بیارن، دارن گناه رو انجام میدن. از قصد یک رستورانی رو انتخاب میکنن وسط زور شبات، بعد از اینکه تو کنیسا برمیسوا شد نهار با هم اونجا هستی، این چه برمیسوایی که نهار شده تو رستوران غیر کاشر روز شبات میدی؟ عبده در مورد اسرائیل صحبت نمیکنم، در مورد گویمه بود. به همین دلیل حامل میفرمان تشخیصی که موشه ربینو داد، به همین دلیل اون رو به این موضوع برد که عکس العملش چی باشه؟ آه، تویی که داری لحق ایس بیشتر میخوای لجبازی بکنی و تورا رو بیاره پایین، تورا اصلا تو لیاقت تورا رو نداری، چرا به زور تورا رو ارزشش رو بیارم پایین؟ مجانی تو دهنه تو کنم آخرش توف کنی؟ تو لیاقت تورا رو نداری، تورا به درد تو نمیخوره، تو نمیتونی داماد پادشاه باشی، شاهزاده پادشاه، پرینسس تورا رو بخوای تو خونت بیاری. You don't deserve it، تورا رو بهشون نداد.
نه اینکه بیاد التماسشون بکنه، بره در خونهشون مزوزا براشون بزنه، بیا جون من بیا این تورای رو نگهدار، بیشتر بیام جلوت که تو بیشتر فاصله بگیره و بیشتر تورا رو جلو خودت خار بکنی. You don't deserve it. تورا رو بهشون نداد. مثلا بعضی از اشخاص که با فلسفه با تاکتیک از تورا دور میشن، هیچ نوع طریقی یا راه حلی برای اونها نیست که آدم بخواد تورا رو بهشون بیشتر نشون بده. ولی اشخاصی که به ناچار پاشون لیز میخوره، یه بار دوست بعد، راه بعد، حواسشون نیست، هوا و هوس و الی آخر یه بار تو چا میفتن، بله برای اونها تناب انداختن، تور انداختن، غریق نجات بودن، نجاتشون دادن صد البته، چون they appreciate، چون هنوز ارزش تورا، حب اسرائیلی براشون مطرحه، میدونن که تورا امد، موشه امد و توراتو امد، میدونن خودشون در اشتباه هستن، فقط نمیتونن جلو خودشون رو بگیرن. بهشون میگن تینوک شنشبا، بچه ای که گمراه شده، بچه ای که بین غریبه ها بزرگ شده. اما اشخاصی که با شیتا، یعنی با منطق میان تورا رو زیر پا بگذارن، هی دستکاره میکنن، بگن نه آقا تورا اینجاش اشکال داره، توراش اینجاش اینه، ربایان اینجوری هست، دین و آیین اینجوریه، خرافاته، فلان بیسار، هی میخوان تو مقالاتشون تورا رو بیارن پایین. موشه ربین میگه مبادا که بخوای ارزش تورا رو پایین بیاری، به زور بشون بخوای چیزی رو بدیا، ارزش تورا بذار بالا بمونه، به اشخاصی بده که اپریشیت میکنن، اشخاصی که هنوز احترام تورا براشون مطرحه. یکی دو بار برای خود من پیش اومد. خب بالاخره آدم بعضی جاها دعوت میشه به دلایلی و معمولا توی جمع همه نوع افرادی وجود دارن. بعضی هستن اون صورت دین و آیین یا مذهب، هلاخا، تورا چیزی آگاهی ندارن، ولی احترام ربای براشون بالاست، میدونن که این شخص شخص روحانیه، شخص اجتماعی، براش احترام قائلن. ولی بعضیا از قصد آقا شما ربایا که میگید، یه باره میرن یه سواله 50 سال پیش که دیگه کونه شده و همه هم جوابشون میدونن و خودشون فقط برای مسخره ربانیم و دیگران استفاده میکنن، از توی زیر زمینش پیدا میکنن، آقا شما که میگید فلان. با این افراد اصلا ابدا که آدم بخواد جوابشون رو بده و یا بخواد اصلا خودشو همسخت اونا بکنه. سوال داری؟ چرا وسط هفته زنگی به من نمیزنی با هم بخونی؟ توی جمع یه بار جلوی مردم never ever get involved with them، مخصوصا افرادی که تازه حضر به شما میشن توی فامیل. یه باره یه آقای دایی خاله عموی توی فامیل پشکش میفته به این پسر خاله که تازه مذهبی شده و خوزدیجوا شده، یه باره میخواد جلوی مردم سر سفره یه سوالای بکنه که کوچیکش کنه و خودشو بیشتر خودشیرین بکنه و جلوه بده. مبادا که با همچین اشخاصی آدم اینوال بشه. آقا چرا قین برادرشو هیول رو کشت؟ اینم اسرائیلیه. چرا برادرای یوسف یوسف رو این کردن؟ اینم اسرائیلیه. I don't know. چه سوال خوبی. آقا تو نمیدونی؟ نه نمیدونم. Case closed. Don't get involved with them. چون اینها فقط برای کسب اطلاعات نیست که میخوان کوچیک بکنن، قل انوت انی شومه، برای تحقیر در این سر و صدا رو میکنن. یا جناب ربایم اومدن یه جوری طرف رو میبرن بالا که یعنی در واقع دارن چیکار میکنن؟ میانش پایین. به عبری میگن لو دوفشخ و لو اوکسخ، به زنبور میگن نه آقا، نه ما اصل تو میخوایم، نه نیشت تو میخوایم، نه نیشت نه نوشت، نه میخوای از ما تعریف بکنی، نه میخوایم که ما رو با یه لحنی تغییر بکنی. پلیز استی اوی. به همین دلیل موشه ربین رو چیکار کرد؟ گفت با همچین اشخاصی مبادا که آدم بگه آقا بیا تفیلین ببند، بیا میسوا بکن، بیشتر تازه میسوایه رو تفیلینه رو میاره پایین، تو به تمخص تمسخر میگیره. برو سر گناهی که دارن انجام میدن، بگو چرا این گناهه رو نمیذاری کنار، چرا دیگه تصمیم نمیگیره به پدر مادرت احترام بگذاری،
چرا دیگه سعی نمی کنی که تو بیزینست آنست باشی؟ برو سر گناهه، تا بری سر گناهه مثل یه سوزنی که به یه حباب، به یک بادکنک زدیم، بوم دیگه خودشون بادشون خالی میشه، میترکم میان پایین، دیگه فلسفشون یک باره خالی میشه. کاری نداشته باشیم اونا چطور رشد بکنن، کاری داشته باشیم که الان تو چه انحرافی هستن. ایگله رو سعی کنیم بادش خالی بکنیم، ایگله رو خورد بکنیم، ایگله رو آسیاب بکنیم، ایگله رو تو آب بندازیم، ایگله رو بسوزونیم. کاری که مشرع بنو کرد اصلا کاری به لحو نداشت، همش کارش به ایگله بود. ایگله که بادش خالی بشه، فلسفه‌ای که شکست خورده بیاد، that's it. شمایی که میگی که کاری با دین خرافاته، پس چرا دو روز پیش در فلان موضوع مچ تو گرفته بودن؟ تو که خرافاتی نیستی که، تو که پیشرفته و روشنفکری، پس چرا همچین دست گلی به آب دادی؟ چرا پس فلان موضوع رو برای تو قابل قبول و در فلان موضوع شکایتت شنیدم؟ بیایم سر معایبی که دارن، نخواهیم هی به امتیازاتشون اضافه کنیم. آقا بیاییم میسته هم قبل هموسی بگو، نوارخ بگو، کلا سرت بذار، نه کاری بهشون نداشته باشید. اول ایگله رو ازشون بگیرید، کاری که مشرب بینو کرد. ببینیم عیب و ایرادشون چیه که خودشون رو فراموش کردن و هی باد و فیس و تحقیر به سر دیگران میارن و هی میخوان خودشون رو بالا ببرن که دیگران رو پایین بیارن. بمدل مشربنو میگه با هر بیماری یک جور آدم باید رفتار بکنه، یک درمان مخصوص کلی و همگانی و فقط برای همه نیست. هر بیماری یه درمانی داره، یه مدیکیشن، یه دارویی داره، یه طریقی برخوردی داره. به همین دلیل این موضوع اگل هزاهاو متاسفانه تو زندگی و تو جامعه همیشه پیش اومده و بعضی موقع ما مذهبیون یا ما اشخاص مؤمن، ما اشخاصی که یه ذره حب به اسرائیل داریم، دلمون میسوزه یک بار تورا رو جلوی مردم یا اینجور افراد میاریم پایین، میگی نه تو رو خدا بیا این میسواره انجام بده، به جایی که منتشون رو میکشیم، به جایی که باد اونا رو اول خالی بکنیم، اول اگله رو از اونا بگیریم، اول عامل گناه رو از اونها دور بکنیم، اول اون انگیزه اشتباه و مسموم رو از فکرشون دور بکنیم. به بعضی که عینکشون رو عوض کردیم، یه عینک شفاف در چشم گذاشتن، اون موقع است که شما هر عسل هم بهشون بدید مانند شهد عسل میتونن قبول کنن، ولی با اون عینک دودی و تاریکی که بر چشم دارن و فقط میخوان عیب و ایراد بگیرن از دین و آیین تورا، شما شهد عسل هم بهشون بدین، فکر میکنید داری یه اسفالت و قیر و نفت بدبو دارین بهشون میدین، چون همه چیز سیاه میبینن و عیب رو ما میگذرن. بزخوت پاراشای نفته، بزخوت رحمی که خداوند در این پاسخ کرد و 13 اصل رحم خداوند یک میدوت رو تو این پاراشا و یعبور رو میخونیم. خداوند همین و یعبور، قدرت و یعبور رو هر روز برای ما به خوبی عملی بکنه که ثانیه به ثانیه رحمش رو شامل حال ما بکنه، رفع گزرات بکنه، همه تو هر نوع بیماری که هستن، چه نظر روحی، چه نظر سلامتی و جسمی، به خوبی بهبودی و پیشرفت و موفقیت دست پیدا بکنیم، همگی بتونیم واقعا لحوت رو همون جوری که خدا میخواد قبول بکنیم و انجام بدیم و نگه داریم، نذاریم لحوت تو زندگی ما بشکنه، نذاریم ایگل جایگزین لحوت بشه، همچنان در راه تورا باشیم و خودمون و فرزندان و خانوادمون به زرچم زیر چتر برکات و نعمات و موفقیت و دعای هشم. باروخ هشم لعالم. آمین و آمین.